پویا سلام آرمین جان. سلام، خوب هستی؟ خیلی ممنون. اولا در ادامه حرف این دوستمون میخواستم بگم که اگر میخوان راجع به دخالت آمریکا توی ایران موقع کودتای 28 مرداد و انقلاب بدونن، کتابای All the Shah's Men و Overthrow Stephen Kinzer خیلی کتابای خوبی هستن، بر اساس مدارک غیر محرمانه شده خود CIA نوشته شدن اینا و خیلی کتابای خوبی هستن. نمیدونم فارسی ترجمه شدن یا نه، ولی من به انگلیسی خوندم و اطلاعات خیلی جالبی داده راجع به این موضوع، راجع به دخالت آمریکا و انگلیس توی ایران. یه چیزی هم بگم پویا، خیلی از کسا درباره این موضوع یه جوری صحبت میکنن که انگار مثلا یه چیزی بود که مثلا مخفیه و ما یه رازای مخفی، اینا همش دیکلاسیفای شده، اینا همش به طور آشکار و شفاف خود دولت آمریکا شفافش کرده که همه بتونن ببینن. یعنی این چیزی نیست که لازم باشه. اصلا اطلاعات بعد 30 سال فکر میکنم دیکلاسیفای میشه همش. آره، به طور اتوماتیک توی آمریکا یک اطلاعات محرمانه باش حسن و بعد بعضی مدتی به طور خودی خود باید شفاف بشن برای مردم آمریکا، این قانون تو آمریکا، مگر اینکه یک رئیس جمهوری بتونه بیاد یک کیسی بذاره برای اینکه چرا به ضرر مردم آمریکا خواهد بود که این محرمانه نشه، و تویش باید خیلی هم اثبات این شرایط اثباتش باید مثلا خیلی سخته. اگه و خیلی تازه یه سری مدارک محرمانه هم درباره همین کودتا اخیراً همون زمان ترامپ بیشتر اطلاعات جدیدی محرمانه بودنش رو برداشتن که نمیدونم چی شفاف سازی بگم کردن، خب، و خیلی فکر میکردن که ممکنه ترامپ بیاد اینا جلوش رو بگیره که نگرفت البته. و اینکه یه راجبه یه چیز دیگه هم بخواستم باهات حرف بزنم، نمیدونم راستش برای مخاطب ایرانی این چقدر جالبه، ولی اینجا تو استرالیا من همخونم هفته پیش یه آدمی که شبیه بی خانمانا بوده، شبیه کارتون خوابا بوده، اومده به زور اینو بهش داد و اینو آورد خونه. من نگاه کردم دیدم مال یه کالته. کالت به فارسی چی میشد؟ یه فرقه. و اصلا خیلی عقاید عجیب غریبی دارم. من 3-4 بار اینو خوندم بازم اصلا تعجب میکنم. میگن که به جامعه بدون پول اعتقاد دارن، بعد میگن که استرس دنیای مدرن خیلی زیاده، بیان از شغلاتون استعفا بدین بیان تو جامعه بدون پول ما زندگی کنین. بعد روش مثلا گشتن تو زباله های سوپرمارکت ها میگه که غذا پیدا کنی، و مثلا میگه که ترامپ و این راجب این بیماری که چیزه میتونم صحبت کنم نمیتونم چجوریه؟ نه اگه یوتیوب حساسه میگن که اونا همه کار شیطانه و اینجور چیزا. بعد اصلا خیلی عجیب غریب ها، و میگن مثلا دوربین همه جا گذاشتن، اینا همه چی رو دارن زیر نظر میگیرن، و میگن که میخوان مایکروچیپ بذارن درونتون و اخ نگو اینا رو، یوتیوب خیلی حساسه به این ببخش. خلاصه که برای من خیلی جالب بود و خیلی عجیب غریب بود، و اگه دوست داشتی میتونم این سکنش رو برات بفرستم. یه سری از عقایدی که گفتی یه اسم داره، بهش میگن انارکو پریمیتیویزم. فارسیش آره، اینا اسمشو میذارن کریستین فریگنیزم. نه، کسایی که میگن تکنولوژی و مدرنیته بده، باید برگردیم به دوران قارنشینی، اینا اسم این عقاید یک فرقه خاص آنارشیزما هستن که میگن باید اصلا کلا همه کار اشتباه بوده، باید هممون برگردیم به عقب. اسمش میشه آنارکو پریمیتیویزم، اسمش اینه. خب خلاصه که من فقط میخواستم تو رو از این مطلع کنم. یه بار دیگه نشون بده ببینیم این چیزه
یه وسط ایورد یه ذره دست بیگ ترابل. اوکی اوکی خیلی جالب بود. خیلی خیلی اگر خواستی یه اسکنش میتونم بعد بفرستم. من از اینا زیاد دیدم، من خیلی زیاد دیدم از اینا. من مال جهوز بود نستا دیدم، با جهوز بود نستا صحبت کردم، مال ساینتولوجیستا دیدم، با خود ساینتولوجیستا صحبت کردم، یکی از دوستان پدرش ساینتولوجیسته، با اونم نشستم صحبت کردم و اینا. این از همهشون عجیب قریب تر بود تا الان. جالب. خیلی خوب، مرسی پویا جان از وقتی. آره این دوستمون رابین هم مثل که عجله داره. من میرم. آره من مرسی رابین. فعلا فعلا خدا خدا.